سلام، بعد از 2 سال ویدیو نداشتن میخوام توی اولین ویدیو آموزشی که توی چنل قرار میدیم بعد این 2 سال بهتون یه نکته بگم که اگر توی جوجه بلدشیناتون رعایت نکنید میتونه بیش از 30% از جوجه شما رو تلف کنه در واقع. و خب این طرف هم از کجا میگم، خب من خودم جوجه گرفتم و همین 30% حدودا 33-34% از جوجه های من تلف شدن سر همین قضیه. پس با من همراه باشید تا این نکته رو بهتون بگم تا شما متضرر نشه. اولین موردی که هست، شما اگر جوجه بلدشین یک روزه میگیرید باید در روز اول بهشون مله آب شکر 5% بدید که خب استرسی که توی انتقاله گرفتن رفع بشه، و بعد از اون توی روز دوم تا چهارم پنجم بهشون سفکسیم 100 بدید، یعنی نه سفکسیم داروی خالص بهشون بدید، یعنی باید توی آب حل کنید اون دارو رو که حدوداً با 1% نه 1/10%، یعنی میشه 1 در 1000 لیتر باید بهشون بدید. و خب یعنی چی 1 در 1000 لیتر؟ یعنی مثلا توی 1 لیتر آبی که بهشون میدید باید 1 cc سفکسین بریزید. خب این باعث میشه که درصد کم مریضی هم که حتی چون وجود داره خب جلوگیری کنه. اما اگر دیدید که خب بیشتر بود مقدار مریضیشون و خب دیدید که یه مقدار مریض احوال هستن، خب یه مقدار دوزش رو ببرید بالا، مثلا به جای 1 در 1000 2 در 1000، و دیدید بازم مریض هستن 3 در 1000، خیلی دوز بالا نبرید ولی خب یه مقدار بالاتر ببرید تا بتونید که جلوگیری کنید از اون، یعنی پیشگیری کنید از اون بیماری. مورد بعدی که باید انجام بشه و خب من خودم به شخصه به علت مشکلاتی که داشتم تیه مثلا 3-4 روز اول جام نتونستم انجامش بدم، تمیز کردن زیر جوجه هاست. شاید خب به نظر آدم یه کار ساده به نظر برسه، خب دیگه زیر جوجه تمیز کردن چی کار داره، ولی خب ببینید اون اگر تمیز نکنید رطوبت میگیره اون مدفوع ها، اون رطوبت ها باعث میشه که جوجه حالت پلاسیده به خودشون بگیرن و خب تلفات رو خیلی میاره بالا. خب من نتونستم این کار انجام بدم به علت یه سری مشکلات که بود، اما خب تقریبا میشه بگیم مثلا 15% همون تمیز کردن تمیز نکردن اون مسئله 15% تلفات رو میتونه بگیره، و خب 15% هم اون داروی سفکسین و خب اون استرسی که روز اول بهشون وارد میشه. باید این نکات رو رعایت کنید تا خب تلفات بیاد پایین، و خب وقتی هم که تلفات بیاد پایین سودتون میره بالاتر. مورد دیگه هم بهتون بگم، تلفات جوجه، مثلا جوجه الان حدودا 5000 تومانه. خب بگید که 5000 تومان چیه؟ ببینید الان مثلا شما 100 تا میگیرید، خب توی 100 تا 30 تا جوجه میشه 150000 تومان، چیزی زیادی نیست. هم خب مثلا شما باید توی این 100 تا تجربه 1000 تا رو کسب کنید، یعنی چی؟ یعنی شما باید توی این 100 تا تجربه ای که وقتی 1000 تا میریزید دیگه اون 30% رو ندید، توی 1000 تا 300 میشه 300 تا 300 تا میشه 1,500,000، دوباره اونجا زیاد میشه. دوباره خب بعدا کار کنیم اگر بخواد گسترش بدی 1000 تا میشه 10000 تا، خب بعد 30% میشه 3000 تا، 3000 تا میشه چقدر؟ میشه پس 3000 بعد 15 میلیون. خب کم نیست، ببینید 30% چی خیلی درصد بالاییه، و شما باید خب سعی کنید خیلی 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 کاهشش بدید. و خب این پیشنهادات من بود که میتونید انجام بدید، مثلا بیاید و هر سری است که من ببین من خودم کاری که میکنم اینه که هر سری که مثلا 200 تا 300 تا جوجه میگیرم چیزهای مختلف روشون امتحان میکنم تا کمترین میزان تلفات رو بدم. خب این کمترین میزان تلفات میشه راه حل من، یه روش من واسه پرورش. شما میتونید بیاید از این ایده هایی که من میدم استفاده کنید، میتونید خودتون یک سری ایده رو به وجود بیارید و استفاده کنید، و اگر دیدید که واسه تون مفید بوده تلفاتتون کاهش داشت نیست و مثلا دفعه قبلش که این کارو نکرده بودید، خب حتما این کار ادامه بدید. خب و یه سری حتی بعضی مواقع میشه با همون کارا رو با یه سری تغییرات جدید حتی بازم تلفات رو کاهش بدید. ببینید موفق تر اینه که حتی تلفات رو تا به صفر برسونید اگر بتونید اون کارو بکنید، که دیگه عالیه. ممنون که این ویدیو دیدید، امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه، و اگر که این ویدیو واسهتون مفید بود و خب تونستید که تلفات بلدشینتون رو کاهش بدید، حتما حتما چنلمو از این دکمه قرمز پایین سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشنش هم روی آل قرار بدید تا زمانی که من ویدیو جدیدی رو منتشر کردم
یوتیوب شما رو باخبر کنه و بهتون نوتیفیکیشن بده تا شما اگر که موضوع اون ویدیو مورد علاقتون بود و نیاز داشتید به دونستن اون مطلب اون ویدیو رو باز کنید و ببینید.